از دور از نزدیک با درود به همه شما شنوندگان گرامی در هر کجای جهان که هستین با امید اینکه روزهای خوبی داشته باشین دعوتتون میکنیم به شنیدن برنامه این هفته از دور از نزدیک صدای ما رو از رادیوی آینه میشنویم بهمن چلم ایرانی فارغ و تحصیل رشته انسان شناسی در سوئد سالهاست که در سازمان های مراقبت از بزهکاران در سنین مختلف کار میکنه. از در مورد دلایل روی آوردن به ویژه نوجوانان به اعتیاد و بزهکاری در سوئد پرسیدم. ببینید زیاد موقعیت جغرافیاییش مهم نیست بیشتر مهم این که ما ببینیم این بچه ها دوران کودکیشون به چه شکل گذشته در جامعه به طور کل از دو دید به این جریان نگاه میکنن یکی مسیری که آدم در محیط خانواده داره و یه خط موازی دیگه ای هم هست اون مسیری که آدم در جامعه داره چه چیزی از خانواده میگیره چه چیزی از جامعه در یک کشور مثل سوئد جامعه به شهروندا خیلی میرسه و یکی از بهترین هاست در جهان اما اگر خانواده دوچار گرفتاری های باشن فرض کنیم اگر پدر و مادر خودشون مشکل اعتیاد دارن این کودکی که اونجا بزرگ میشه تو این خونه احتمال اینکه یه همچین مشکلی یا یه چیزی شبیه به اون رو داشته باشه خب خیلی زیاده آمار نشون میداد از هر ده مردی که پیش ما بودن به ذهکارها که بخششون هم اعتیاد داشتن نه تا دا از اینها یا بدون پدر بزرگ شدم در محیط دوران کودکی یا پدری داشتن که خوب وظیفه پدریش رو انجام نمیداده برای نمونه خود او هم معتاد بوده بنابراین آمارا نشون میده که این کاملا مربوط میشه به دوران کودکی اما در یک کشوری مانند ایران هر دو یعنی هم محیط خانواده و هم محیط اجتماع مناسب نیست تا اونجا که ما میدونیم و برای همین هست آمارها نشون میده که در ایران اعتیاد داره بیشتر میشه سال به سال خشونت بیشتر میشه مشکلات کودکان خیابانی بیشتر میشه به خاطر همین اگه بخوایم مقایسه بکنیم بهتر هستش که خانواده در نظر بگیریم و نقش جامعه شما نقش خانواده رو بیشتر از جامعه دونستین با اشاره که کردین صد درصد به هر ما میدونیم که یه انسان اون دوازه سال نخست زندگیش به اون هشت سال نخست زندگیش نقش بسیاری داره در اون چی که انسان در بزرگسالی خواهد شد اینا همه پژوهش‌ها ها نشون دادن و این هشت سال یا دوازه سال بیشتر کودک در خانواده هست به پدر و مادرش به دید یک خدای مرد یا یک خدای زن نگاه میکنه اونها رو الگو قرار میده همینطور با برادرها و خواهرها و دیگرانی که در اون خانواده در اون خونه رفت آمد دارن. و اونجاست که الگوها شناخته میشه برای دنیای کودکی ما و بعد مرحله بعدی جامعه هست دوره‌ای که آموزش شروع میشه تا آموزش پرورش و یواش یواش کودک بزرگ میشه وارد جامعه میشه طبیعتا خانواده نقش مهم رو بازی میکنه چه باید کرد کار برای انجام دادن بسیاری به اندازه دریا کار هست اگر بخوایم شرایط رو بهتر کنیم شروع چون من هر روز با این چه بچه ها چه بزرگ ساله کار کردم و پای صحبتشون نشستم بارها براشون نوشتم پرونده هاشون رو و خب بسیار قمنگیزه اونچه که اینها پشت سر گذاشتن تجربیاتشون از احتیاط گرفته تا خشونت به زهکاری و غیره باید در مرحله اول پرداخت به این که پیشگیری کرد از به وجود اومدن شرایطی که یک کودک چنان نابسامان زندگی کنه چه تو محیط خانواده و چه بعد در محیط اجتماعی که دوچار یک همچین گرفتاری هایی نشه حتی اگه در مجاورتش هم قرار بگیره زمانی که ما این پیشگیری ها رو بکنیم و محیط سالمی برای کودک درست کنیم خود کودک زمانی هم که بزرگ میشه تا پایان و عمر مرزها رو میشناسه و خودش رو درگیر چیزهایی که براش ویرانگرن نمیکنه. این بسیار مهمه و این کار خانواده است کار همه بزرگ سال کار دولتی حکومتیه که باید رسیدگی بشه به جامعه به طور کل قدم دیگه ای که باید برداشته بشه برای کسانی هستش که دوچار این گرفتاری ها شدن کودک نابسامانی داشتن درست کسانی که ما باشون کار میکنیم و دوچار این گرفتاری ها شدن به زهکاری اعتیاد و خشونت و غیره و روش های بسیاری هست که برای اینا کمک میشه الان من سی سالی که سوئد زندگی میکنم شاید به بگم یکی از پرهزینه خدماتی که در سوئد انجام میشه از کودکان گرفته تا بزرگ همین هستش که این افرادی که نیاز به کمک دارن و حمایت دارن دولت به شکل مختلف کمک میکنه که اینا بتونن یه زندگی بهتری برای خودشون با کیفیت درست کنن این مسئله کیفیت در صورت بسیار مهمه که هر شهروند یه زندگی داشته باشه که فقط حس نکنه زنده است احساس کنه که این زندگی کیفیت هم داره و هر دو اینا هست پیشگیری و رسیدگی به کسانی که کمی براشون دیر شده و باید کارهای بزرگتری کرد که از اون حالت بیام بیرون آقای شما به طور کل چه تفاوت هایی میان مشکلات بچه های سوئدی و ایرانی و یا به طور کل خارجی تباران میبینین؟ مشکلات که بچه های سوئدی دارن در اون قسمتش که مربوط به خانواده میشه شبیه. اگر در خانواده درستی کودک بزرگ شده باشه به هر صورت میتونه با سختی های زندگی تو جامعه در وارد چالش بشه و گیلیم خودش رو از بیرون بکشه اما کودکی که مشکلات داشته از همون آغاز با پدر مادر به ویژه و بعد خواهر و برادر و دیگران یه چاله هایی در وجودش به وجود میاد که وقتی که بزرگ میشه وارد جامعه میشه کافی نزدیک این چاله ها بشه به راحتی میفته توش و خودش هم نسبت به اونا آگاه نیست معمولا من با کودکانی که به ویژه از افغانستان از سوریه در این سالهای اخیر اومدن و حتی کودکانی که از ایران تنهایی اومدن بدون سرپرست کار کردم تو این سالهای اخیر کودکان تنهای پناهجو بله بله دقیقا شباهت هایی که هست در پیوند هست با خانواده فرض کنید اگر شما یه کودکی سوئدی دارید با پدرمادر مادر سوئدی که به فرض پدر مشکل الکل داشته و بچه آسیب دیده شما اینو میتونید مقایسه کنید با یک کودکی که در ایران همین مشکل رو داشته شباهتو در اونجا هست ما بارها میبینم که این بچه ها حتی میشنم با همدیگه در مورد تجربیت تلخشون هم صحبت میکنم ولی اونجا که مربوط به جامعه میشه جریان چیز دیگه است فرض کنید یه کودکی که اینجا بزرگ شده نمیتونه حتی متوجه بشه که گرفتاریایی که کودک تو ایران داشته در پیوند با بر نمونه پوششی که تو جامعه بهش گیر میدن اذیتش میکنن و حتی میتونن مجازات هم بشن اونجا تفاوت آغاز میشه چون جامعه ایران با جامعه سوئد بسیار متفاوته قوانین بسیار متفاوته در جامعه ایران یه سری قوانین مذهبی حاکم هست در سوئد اصلا یه همچین چیزی نیست اونجا اینا نمیتونن همدیگر رو پیدا کنن ولی در اونجایی که مربوط به خانواده میشه چرا شباهت زیاد مجازات هایی که برای این بچه ها تعیین میشه در چه حدیه من با کودکان بین 12 تا 18 سال کار میکنم اینها خب بسیارشون من حتی باشون با به دادگاه هم رفتم دادگاه در اینجا تلاششون بر این هستش که تا اونجایی که میشه مجازات کمتری داده بشه و یه دلیل اینکه اینا پیش ما هم هستن همین هست به این مفهوم که اینا کارهای خلاف میکنن و خب مجازاتش برای یه بزرگ سال میتونه زندان باشه ولی اینا چون زیر 18 سال هستن اینها رو میفرستن پیش ما یه اقامتگاه های ما داریم که باز هست اینا میتونن برن بیرون ولی خب زیر پوشش ما رسیدگی بهشون میشه اونجا زندگی میکنن و به این مشکلاتشون حالا اعتیاد هست به زهکاری هست خشونت هست و چیزهای دیگه حتی ما مورد زیادی خودکشی داریم قرار بر این هستش که به اینا کمک کنیم. روی حساب سوئد بسیار دست و دلباز هست در رابطه با مجازات کردن این کودکان برخی گله میکنن که تفاوت هایی وجود داره میان مجازات هایی که برای بچه های سوئدی و خارجی تباران تعیین میشه شما که از نزدیک در جریان برخی از پرونده ها هستین چه نظری دارین؟ نه به با در سوئد هر انسانی چه کودک چه بزرگ در برابر قانون یک جور باش برخورد میشه هیچ تفاوتی گذاشته نمیشه من حتی یک موردم ندیدم در ترین سال ها نحوه برخورد شما چی میتونه تفاوتی داشته باشه با توجه به اینکه مشکلات بچه های خارجی تبار رو بهتر میشناسین و از نزدیک لمس کردین؟ من به خاطر تجربیات شخصی هم که داشتم چون خب منم نوجوان بودم تنها اومدم سوئد فرار کردم از ایران از کوه اومدم و بسیاری از چیزی که این بچه ها تعریف میکنن من برام آشناست به خاطر همین در رسیدگی که ما به اینا میکنیم من میتونم کمک خوبی باشم و این کار انجام هم شده اما تلاش من برای نیستش که بخوام تفاوتی بین اینا بذارم من مورد سوئدی داشته باشم همون قبل براش کار انجام میدم که یه مورد افغان یا سوریه ای یا ایرانی یا هر ملیتی دیگه ای باشه ولی خب چون تجربه شخصی دارم اینا خوب میتونم بفهمم ایشون که چه به سرشون اومده چقدر مشکلات این بچه ها رو با خودتون به خونه میبرین از لحاظ ذهنی واقعیتش اینه که خوب کار حرفه ای آدم باید کارش رو در محل کارش بذاره بیاد خونه ولی واقعیتش این هستش که برای من پیش میاد که بارها تنهای خودم به این بچه ها فکر کردم حتی شده نیمه شب بیدار میشم و بهشون فکر میکنم این واقعیتی که نمیتونم پنهانش کنم رشته تحصیلیتون چقدر میتونه کمک باشه به پیش برده کارتون؟ من چون رشته که دانشگاه هم خوندم انسان شناسی هست طبیعتاً وقتی این رشته رو آدم انتخاب میکنه به خاطر علاقهش به انسانه کنچکابیش من همیشه کنچکاب بودم که انسان رو بشناسم. و خب وقتی که همچین تحصیلاتی هم داری طبیعتا کشیده میشید به کارهایی که مربوط به انسانه و من همزمان که زحمت میکشم لذت هم میبرم به خاطر اینکه هم شاید بتونم کمک کوچکی باشم برای این کسانی که مشکل دارن و همین که هر بار که من با هر کدوم از این بچه ها یا بزرگ سال ها که مشکل دارن برخورد میکنم واقعیتش اینه که خودم خیلی یاد میگیرم از خودم از انسان طور کل همین برای من بسیار آموزنده بودم در مجموع شما نقش بنیاد آینه رو برای کمک به جوانان و خانواده ها چقدر مؤثر میبینین؟ نقش بنیاد آینه به نظر من خیلی بیشتر از اون چیزی هستش که حتی بنیانگذارش میدونه چون من سالها با این بچه ها با بزرگ کار کردم انقدر کار برای انجام دادن هست انقدر کسانی هستن که نیاز به پشتبانی به حمایت به کمک دارن که هر چقدر هم ما آسین بالا بزنیم و کار انجام بدیم باز هم کار برای انجام دادن هست روی حساب یک همچین بنیادی خیلی خیلی مهمه بودنش هرچه هم تر بهتر آقای چلم ایرانی آیا تحقیقاتی انجام شده که چه افرادی بیشتر به بزهکاری رو میارن؟ آمارها در سوئد نشون داده که ده گروه اجتماعی هستند که این ده گروه بیشتر خطر تهدیدشون میکنه نسبت به دیگران که خودشون رو درگیر بزهکاری کار خلاف و بیقانونی بکنن گروه نخست از رو جنسیت هست که مردها بیشتر از زنها گرایش دارن به انجام کارهای بزهکاری گروه دیگه سن و سال هست که جوانهای بین 15 تا 25 سال بیشتر میل به بزهکاری دارن گروه سوم موقعیت خانوادگی هست که آدمهای مجرد بیشتر میل به انجام بزهکاری از خودشون نشون میدن گروه دیگه شهرنشینی هست که بزهکاری در شهرهای بزرگ گسترده تر بیشتر انجام میشه بنابراین زندگی در شهرهای بزرگ خطر رو بیشتر تهدید میکنه برای شهروند گروه دیگه مهاجرت هست کسانی که تجربه مهاجرت دارند از جایی به جایی دیگه از شهری به شهری دیگه از کشوری به کشوری دیگه این جا به جایی سبب میشه که به اون جای تازه که میرن چون تعلق خاطر ندارن امکان این که دست به کارهای غیر قانونی بزنن بیشتر خطر تهدیدشون میکنه از گروه ششم بخوایم نام ببریم گروه دیگه که ناتوانی در آموزش هست کسانی که جوانانی که توانایی آموزششون قوی نیست در درسشون موفق نیستن در مدرسه اینها باز خطر بیشتر تهدیدشون میکنه گروه دیگه همنشینی جوانها هست با مجرمین که این همنشینی میتونه براشون ویرانگر باشه و مسیر رو باز کنه خطرناک کنه برای روی آوردن به بزهکاری گروه دیگه که باز میشه نام برد لایه های پایینی اجتماعی هست کسانی که به پایین ترین طبقات اجتماعی تعلق دارن باز خطر اینها رو بیشتر از دیگران تهدید میکنه که به بزهکاری روی بیارن بیکاری خودش که از اون گروه هایی هستش که در آمار دیده شده که کسانی که بیکار هستند باز خطر بیشتر تهدیدشون میکنه برای همین هستش که برای نمونه در سوئد خیلی تلاش میشه که برای شهروند کار پیدا بشه و اگر امکانش نیست اونها رو به جاهای دیگه برای کار آموزشی میفرستن چرا که هم که آدم از خونه میره بیرون و مشغولی انجام کاری در روز هست خودش براش مفیده سوداوره تا اینکه تو خونه بشینه یا اینکه بیرون باشه و کاری بر انجام دادن نداشته باشه آخرین گروه هم که بخوایم ازشون نام ببریم در یه آمار دیده شده پدیده ای هستش که ما به اون تبعیض میگیم کسانی که به یک گروه اجتماعی تعلق دارن و جامعه به اونها ستم وارد میکنه یعنی اونها رو به مانند شهروندای دیگه نمیبینه میشه گفت شهروند درجه دو خطر باز این گروه رو بیشتر تهدید میکنه که چون خودشون رو شهروند درجه یک حس نمیکنن خطر تهدیدشون میکنه که به روی بیارن اما از این ده موردی که نام برده شد اینجا بگذاریم دو چیز رو باید به اینها افزود که بسیار مهمه یکی این که این آمار گرچه در سوئد گرفته شده اما میتونه در کشورهای دیگه برای نمونه در ایران و خود ما درست باشه اینکه برای نمونه مردها بیشتر خطر تحتیشون میکنه که به بزهکاری روی بیارن یا سنین بین 15 تا 25 خطر بیشتر تهدیدشون میکنه و غیره بنابراین میتونه برای ما ایرانی هم دونستنش برای جامعه ایران داخل ایران مفید باشه حالا آقای چلم ایرانی ممکنه این سوال پیش بیاد که چقدر میشه این آمار و عمومیت داد؟ این یک آماره به این مفهوم که همونجور که در آغاز سخن گفتیم خطر رو ما میخوایم ببینیم تا چه میزان هست که این گروه های اجتماعی رو این افراد رو تهدید میکنه اما این به این مفهوم نیست که چون هر کسی که مرده بنابراین به ذهکار میشه یا اگه بین 15 یا 25 سالش هست میره به ذهکار میشه یا یعنی اینکه اگر بیکاره یا به یه گروه کوچک اجتماعی تعلق داره الزاما میره به ذهکار میشه یا بیقانونی میکنه یک همچین چیزی نیست ما اینجا فقط داریم آماری میدیم که ثبت شده از روی تجربه ای که در سوئد بوده که چه کسانی دست به این کار میزنند و داریم میگیم که میزان خطر چه کسانی رو بیشتر تهدید میکنن آقای چلمیرانی چه افرادی کمتر در معرض خطر به ذکاری قرار دارند پرسش بسیار مناسبیه چون همونجور که ما کسانی رو داریم که به خاطر موقعیت که دارن خطر بیشتر تحتیشون میکنه وارونش هم هست کسانی که در یک شرایطی زندگی میکنند که خطر کمتر تحتیشون میکنه که من به چهار مورد اینجا اشاره میکنم که دونستنش به ویژه برای پدر مادرها که فرزندانشون رو بزرگ میکنن میتونه دونستنش کمک خوبی باشه گروه نخست آدمای جوونی هستن که سخت در پی آموزش و کسب دانشند در مدرسه در دانشگاه یا بیرون از این ساختار درس میخونن چیزی یاد میگیرن میتونه کاره هنری و اینا هم کنار این در نظر گرفت ورزش و غیره بنابراین این کارهای مفید کردن کسب آموزش و دانش و غیره دیده شده که این آدم های جوان کمتر خطر تهدیدشون میکنه که سمت سوی بزهکاری و کارهای خلاف کشته بشن گروه دوم آدم های جوانی هستند که میل به داشتن یه حرفه یا آموزش بالا براشون مهمه درشون خیلی فکرشون رو مشغول کرده بهش میپردازن اینکه برن یه حرفه یاد بگیرن برن دانشگاه یه تحصیلاتی بالایی داشته باشن اینها هم نشون داده شده که جوانهایی که در این مسیر مشغول هستند خطر به و پایمال کردن و قانون درشون کمتر دیده میشه گروه سوم آدمهای جوانی هستند که پیوند نیرومندی با پدر و مادر خودشون دارن به بیان دیگه اگر پدر و مادری در خانواده بتونه یک پیوندی در اون هسته مرکزی اون کانون خانواده به وجود بیاره که همه در اون خانواده یه پیوند نیرومندی با هم دارن این سبب میشه که اون کودکی که در اون خانواده بزرگ میشه گرایش به بزهکاری کارهای خلاف و زیر پا گذاشتن قانون درش کمتر میشه بهش کمتر میاندیشه میلش کمتر میشه و گروه چهارم و آخرین گروه آدمایی هستند که مفهوم احترام به قانون برایشون یک باور نیرومنده من و شما آدم هایی میبینیم دورور خودمون که اینها قانون برایشون مهمه و زیر پاک گذاشتن قانون در باورهاشون در جهان یک کاریست غیر انسانی یک کاریست بدور از وجدان شرف و کسانی که از کودکی این گونه آموزش می‌بینند کمتر هم گرایش پیدا کنند به زیر پا گذاشتن قانون به کار خلاف و به بزهکاری بسیار سپاسگزارم ازتون آقای بهمن میرانی. به پایان برنامه امروز از دور از نزدیک رسیدیم که در سوئد برای رادیو آینه تهیه میشه. نظر و همکاری های شما میتونه در بهبود برنامه کمک بزرگی باشه. با امید برآورده شدن آرزوهاتون در جهت آزادی، رفاه و یک زندگی ارزشمند و عادلانه به اتفاق همکاران برنامه باهاتون خداحافظی میکنم. روز و شبتون خوش.